وینچی فری؟ من فکر کردم در یک روز تعطیل چی بهتر از این که من بشینم در کنار شوهرم و لیست وسایل مهمی رو که تو زندگی کم داریم بنویسم تا کم کم یه ریزه از پولامون رو جمع کنیم و بخریم. آفرین آفرین. فلاسک چای هم نوشتی؟ فلاسک چایی؟ آره. نه نوشتی؟ نه. اصلا من روز اولم میدونستم من و تو با هم دیگه تفاهم فکری و ذهنی نداری. تو چطور فلاسک چای برای شوهرت ننوشتی؟ تو نمیدونی من چی دوست دارم. اون وقت چجوری داریم با هم دیگه زندگی میکنیم؟ خب مینویسم. من ذهنم درگیر مطلب میشه الهام. بیا فلاسک چای بنویس. حالا بودو بیا ببینم چیا نوشتی. اومد یا نه اومد دیگه من گوشم نمیاد. بودو. خب گوش میدی فری؟ بله. اول از همه فلاسک چای. خب آفرین. بعد یه ضبط صوت خوب، بعد یه تلویزیون بزرگتر، یه فرش 6 متری، آب پرتقال گیری برقی و بعدم یه ماشین. همین. دیدید منو چجوری پیچونده بود؟ آدم باید به قدر سر همچین قضیه از اصلا من دلخور بشه این الهام خانوم؟ نه ولی؟ ولی شده دلش الان خوره یعنی دلخور شده ماما نه بعد از دستش ناراحت بشه؟ نه بابا صد بارم که بپرسی میگم نه بابا من این همه لیست تهیه کردم فهرست نوشتم هیچ کدومشو قبول نمیکنه بخریم فقط میگه فلاسک چایی تازه میگه فهرست تو هم برام مهمه آخه این چه مهمیه خاله جان خاله جان خاله خانم من دارم میگم که همین فرش و ضبط و تلویزیونی که داریم بد نیست خیلی هم قشنگه دیدید که چقدر جذبه دارن همشون بابا هی من میگم نه شما حرف خودتونو میزنی هزار بارم که بپرسید میگم نه ماما خب ماشین چی؟ ما یه ماشین احتیاج نداریم نه ماشین دیگه چرا؟ فرید جون قبول کن ماشین لازم داریم ماشین لازم داریم ولی یه سوال برای من یه سوال پیش اومدیم مثلا با کدوم پول؟ بابا فرید من که نمیگم همین امروز بریم ماشین بخریم من میگم یواش یواش یه ریزه از پولامون رو جمع کنیم بعد بریم بخریم آفرین الهام تو واقعا حیفی چرا؟ قدر خودتو بدون جدی دارم میگم اینو ببین اگه ما از همین الان شروع کنیم پس انداز کردن و حساب دخل خرجمون داشته باشیم و حساب یک قرون دوزارمون رو داشته باشیم و آب از دستمون نچه که و یه تومانی هم از کف دستمون نیفته چقدر در ماه میتونیم پس انداز کنیم؟ ماهی 20,000 تومن آفرین 20,000 تومن نه 20,000 تومن 20,000 تومن خب حالا شما فکر کنید که این 20,000 تومن رو در سال به عبارتی میکنه اون 10 تا 240,000 تومن خب یعنی اگه قیمت ها بالا نره ما تقریبا 20 سال دیگه میتونیم یه پیکان دوری عهد قلقل میرزا که رنگ سوسکی داشته باشه و پرده نداره و باید خودمون پرده بندازیم و اصلا دلیل نداره و باید مبل خونمون رو بندازیم توش تازه بازم دارم باهاتون تی میکنم با قیمت ها بالا نره میتونیم یه همچین پیکانی بخریم خوب گفتم دیگه نه بد گفتم نه خداییش بد گفتم نه بفرما دیدی مادر خالم گفت نه آره خندم نداره ماشین لازمتون میشه قبول کن ببینم پس این همه کارمندی که ماشین دارن چجوری خریدن؟ میگم قدر خودتو بدون حیفی میگی نه اینا من رفتم تحقیق کردم یا رفتن یه ارث و میراثی بهشون رسیده یا تا خرخره رفتن زیر قرض یا قسطی خریدن یا اینکه من نمیدونم خب ما هم قسطی میخریم آره اگر جایی سراغ داری که 20 ساله ماهی قسط قسطید 20,000 تومن قبول میکنه 240 ماهه باشه من حرفی ندارم اصلا 4 تا ماشین میخریم با هم دیگه میریم واسه هم خوشحالم میشیم خب قشنگ شد آه شما این ماشین شما این گل سلیقه رو از کجا آوردین؟ راست میگی؟ خوب گلی شد خاله خوب میگی گلی فرید راست میگی؟ عالی شده نگاه کن سلیقه رو نگاه کن الهام یاد بگیر خاله ماشین داشته نگاه کن فرید یه دونه درست کنم ببری بذاری تو دفتر رو میز کاره؟ خوب
آره دست شما داد دست زحمت بشه نه بابا چه زحمتی ماشین که خریدی یه دون درست میکنم بذار تو ماشین ببر نه آی 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 بده عکس رو ببینم نمیدم جون رامی شرمندن خودتو لوس نکن بده عکس رو ببینم میگه. نه آقا جون خودت قوانین رو که میدونی که فقط آقای کابوسی حق داره عکس رو ببینه فهم کنم یاد رفت بنده خارزاده آقای کابوسی هستم بس منم میتونم عکس رو ببینم به من هیچ ربطی نداره رامی جون باید ببینی که سمتت چیه اینجا که خواهرزاده ای و اینا به من ربطی نداره سمتت چیه من سمتم چیه من رفیقتم خب حالا که رفیقمی بحث فرق میکنه هر موقع یاد گرفتی که یه چیزی خریدی نری بشینی پشت میزت یواشکی شروع کنی به خوردن به بقیه تعارف بکنی اون موقع بیا منم این عکس‌ها رو بهت نشون میدم من چی رفتم پشت میزم خوردم بقیه تعارف نکردم چی رفتی آره. همین دیروز یه بسته بادوم هندی خریدی رفتی نشستی پشت میزت یواشکی همه رو انداختی بالا خب یه تعارف هم نزدی موقعی که تموم شد تازه از پشت میزت اتاقت اومدی بیرون بله خب میومدی بهت میدادم بخوری آقا مرچه بس من چایی ها با دو مشت پر بهش بادوم هندی دادم خورد جدی میگی؟ تو هم میومدی بهت میدادم جدی میگی؟ قانه شدم قانه شدم بیا اینو ببین پس بده. بیا عکس بده نیستم رامی جون وقت تو داری تلف میکنی خیلی لوسی بده ببینم نگه حالا هم رامی جون برو از همون آقا منوچهر که میگی بهش بادوم هندی دادی برو از همون عکس بگیر ببین خیلی بینوکی بده ببینم عکس تو دیگه نمیدم رامین نمیدم اول شوخی بود حالا جدی شده من دیگه میگم به لذت بیرون اگه اینجوری شد آره به به آقا فرید آخر خبرنگار و روزنامه نگار و جریده نویس و گزارش نویس و مقاله نویس و تحلیل صادر کن و منتقد آقا منوچ بزن زنگو حالا شما چطوره؟ چند تا جون؟ آقا فرید طوری شده؟ نه بابا فقط ولم کنید خب بابا خب میگم چی شده دیگه؟ هیچ با خانمم یه ذره حرفم شده همین خب حالا پات چی شده؟ من فکر کنم دعواش شده خانمش نشونه گیریش خوب نیست با مایتاب اومده بزنه تو ملاجش فرق سرش بعد اشتباهی زده رو شست پاش اصلا هم خنده‌دار نبود آقای یخچال رمزون یخی من امروز اصلا حوصله شوخی ندارم شوخی نمیاد خب خیلی هم خنده‌دار بود جدی میگی؟ چی شده؟ سر چی حرفتون شده؟ ها؟ با تو اما جدی دارم میپرسم خیلیس من اصل همه دعوا سر چیه؟ خب سر چیه؟ سر چیه؟ واقعا نمیدونید؟ بی نه. پولی با. اگر پول باشه نصف دعوا اصلا شروع نمیشه خب ما فکر کردیم حالا سر چی هست؟ فرید جون شما که خیلی پول دوست داری ارزه در آوردنش هم نداری میرفتی یه زن پولدار میگرفتی ها؟ دقیقا بهتر نبود؟ کوه یخ بله میشه امروز زیگیل نشی؟ من اصلا امروز فیزیک تو رو نمیتونم تحمل کنم گفتم که حوصله شوخی ندارم منو چی؟ تو یکی که بسن جا بابا ببین من اصلا شوخی نکردم رامی من اصلا شوخی نکردم خیلی هم جدی گفتم بله عزیز من تو میرفتی یه زن پولدار میگرفتی این مشکلاتی که الان داری و اون موقع دیگه نداشتی دقیقا بعد میگن نه عرایضتون تموم شد تجزیه بله. و تحلیل و سخنرانیاتون و راهنمایی کردنتون تموم شد بله. خیلی خوب خوش اومدید بفرمایید باشه ما میریم بابا جون من دیشب کارام انجام ندادم اومدم تو اینجا کارام انجام بدم برید دیگه بابا باشه ما میریم ولی راجع به پیشنهادم فکر بکنم بله ما میریم زن پولدار باشه فرید جون ببخشید من یه سوال خصوصی جدیه اشکال نداره جوره گفتم که فکر میکنم دیگه تموم شد دیگه خب میگم اشکال نداره من جوره همایین یه سوالی از شما بکنم بفرمایید اشکالی که نداری نخیر شما اصلا تو عمرت فکر کردی چی کردی؟ اصلا میدونی فکر کردن یعنی چی؟ رامی اصلا بلدی شنا میزنم ات که با کارده از وسط خیابون جمعت کنه بیرو بیا بیرو گفتم فکر کردن بلد نیستی فقط برخورد فیزیکی و دعوا بلد داره بابا این چرا اینجوری میکنه؟ بیچاره خانومش این میخواد تو سرم به دایی میگفتم خیلی حرکت آه چه نهارو نز بیرون حرکتت زشت و زننده بوده بیا از بیا همه اینجور بیچاره آره مادر جون تو الان وقتشه که یه باری از رو دوش شوهرت برداری نه اینکه یه باری هم به دوشش اضافه کنی بنده خدا رو میدونم میگم چه خوب میشد اگه من میرفتم سر یه کار تمام وقتا شلو درس که تمام شد میری مادر قصه نداره که و
مگه نمیشه آدم هم درس بخونه هم بره سر یه کار تمام وقت؟ چرا میشه، ولی کار تو نیست. چرا؟ تو همین کار یومیت موندی. وقتی درس میخونی از کار خونت غافل میشی. وقتی که کار خونه میکنی به درسات نمیرسی. بعد میگم مادر جون. نه ماما نه، اون چون حقوق داره انگیزه ایجاد میکنه، اون وقت اینطوری آدم به همش بهتر میرسه. عزیز من فدات بشم، همین هندونه‌ای که برداشتی سالم به مقصد برسون، کار تمام وقت پیشکشت. نمیشه نمیشه مامان، به خدا قول میدم، والا قول میدم اگه برم سر یه کار تمام وقت واقعا به همش بهتر میرسم، هم به کار خونه هم به درس هم به همه چی. وقتی پیله میکنی به یه چیزی ول نکن، هی بگو برو تو اعصاب آدم. حالا انگار کار ریخته، دکتر مهندساش بیکار مونده، خانم میخواد بره سر کار تمام وقت، پیدا شد برو، همه کارات با من. سبزی تو درست پاک کن، نگاه کن. نه آشغال ریخته ای تو. ماما همه ویتامینش تو ساقش، انقدر کوچولوشون نکن. ای ویتامین تو گلش هم هست. نه میگم هم شدیم این سریالا، هی وایسادیم سبزی پاک میکنیم. بعدی اگه بعدی چرا میشین تو آخرش میبینی برفکاش هم میبینی تلویزیونو. چشم. با من قری؟ با من قری؟ نه دارم میخورم. از دستم ناراحتم نیستی؟ نه. نه؟ مگه بهم یاد ناراحت باشم؟ نه. نه. این ناراحت بودم که قیمه شما رو نمیخوردم که. تو من این ناراحتی از دست من؟ نه. نه؟ نه. بیا وسط گوشت بذارم. فری؟ بابا. دستت درد نکنه. قیمه دیگه نه؟ بله. 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 یه کاری برای من میکنی؟ یه کار؟ الهام یه کار چیه؟ تو بگو فرید خودتو بکش. بگو امشب تصمیم گرفتم فرید پلو درست کنم. قیمه قیمت میخوام بکنم. این حرفا چیه؟ جون بخواز من. فرید. بله. یه کاری برای من تو دفتر مجلتون دست و پا کن. خب. من یه خورده دیر میگیرم چی؟ تو دفتر مجلتون مثلا وکالت مجلتون یا حتی خبرنگاری. ها خب داری چیز میکنی دیگه؟ نه داری مزاح میکنیم ما هم دیگه. نه خیلی هم جدی میگم. آخه این رشته که تو میخونی چه ربطی به کار تو مجله داره؟ رشته حقوق تو ها خیلی ربط داره. مثلا تو فکر کن خبرنگارتون یه وکیل باشه، خیلی خوبه. آره ولی خب میدونی چیه ها؟ تو اصلا میدونی تیتر چیه؟ سوتیتر چیه؟ خبر چیه؟ عناصر خبری چیه؟ اصلا خبر چی هست؟ چی نیست؟ اینا کار داره الهام، اینجوری نیستش. قیمه پختن که نیستش که. فرید یاد میگیرم، تو بهم یاد میدی. الکی که نیستش، کار میبره، زمان میبره، اینجوری چیز نیست، سالات درست کردن نیست. فرید چطور تونستی واسه خاله نسرین کار جور کنی ولی برای من نمیتونی؟ ها باشه عزیز من، خالت اومد، خاله نسرین جون اومد اونجا خوب. منشی شد، بعدش هم الان کلی حرف در آوردن واسه من که میگن فرید سپهری تمام فک و فامیلاش رو انداخته ورده اونجا. بعدش هم رئیسم به خاطر اینکه این حرفو نباشه این کارو نمیکنه. من میدونم، واسه من بپرس دیگه. خب بابا جون به رئیستون نگو، کاری نداره، نگو این شغلو واسه من میخوای. تو مشخصات منو بده، بگو یه آشنای دورمونه، اگه زد و شد که چه بهتر، اگه هم نشد که باز دوباره مثل حالا میشه. خب میدونی چیه الهام، ما الان آخه چیز نداریم، الان قرار نیست کسی رو استخدام کنن. بچه ها این قرار باشه کسی این کار رو بکنن، کادر رو ببندن. خب. حتما یکی رو میارن که سابقه کار داشته باشه. خیلی خوشمزه شده قیمت رو. چه خبر؟ مادر چطور؟ فرید خواهش میکنم. ولی فرید حالا تو بگو، ضرری که نداره، تو بگو. باش فرید قول دادی؟ میگم دیگه. میگم قول قول میگم گفتم میگم دیگه. بخور غذات بخور. فرید فقط یه موقع به مامانم هیچی نگی، نه به مامان نه به خاله. همینجوریش هم کلی سر درسان بهم قور میزنن، اگه شد خودم بعدم بهشون یه جوری میگم. باشه 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 نگی ها به مامانم اینا. به مامانم اینا و خالم اینا. به مامانم اینا و خالت اینا نگم. خالتی خالم اینا نگم. باشه نمیگم. فرید از دستم ناراحت که نیستی؟ نه. مطمئن؟ نکاش بودم.
متاسفانه باید آشتی هم هستیم برسیم. فرید مشخصاتشو کامل بنویس، اسم، شهرت، سن، عرض کنم که میزان تحصیلات و سابقه کار، خلاصه همه چی، همه رو بنویس. بله چشم. و خودت میدونی فرید که من الان کادرم تکمیله، جا ندارم، ولی خب حالا یا اینجا یا جاهای دیگه، بالاخره اگه شد باید به فکرش باشیم دیگه، باید به فکرش باشیم یک کاری برش پیدا کنیم. واقعا خیلی بزرگوارید. خیلی ممنون. خیلی اخلاق پرده. ببینم تو از نظر رفتاری و کرداری و اخلاقی و این چیزا تاییدش میکنی؟ مورد تایید تو هست؟ بله رئیس، رفتارش خیلی عالیه، اصلا اخلاقش خیلی. مطمئن؟ بله بله، من تاییدش میکنم، خیلی اخلاق خوبی دارم. بفهم خدمت شما. الهام؟ الهام نوروزی؟ بله. این که خانومه. خانومه؟ خب چه اشکالی داره مگه؟ من فکر کردم از دوستای خودته. بل. سن 24 سال، تحصیلات دانشجوی حقوق. بل. از اقوامه؟ نه خیر. از آشنای خانوادگی؟ نه خیر، نه نه. اکی؟ همون اقوام و آشنای خانوادگی مونه. آشناست؟ چرا؟ خیلی خوب بفرمید. رئیس. رئیس ببخشید. چه؟ خورده میشه نگاهتون به من باشه؟ خیلی بد نگاه میکنید آدم قول میشه. یه چیزی میخواستم خدمتون بگم. اگه میشه خب اگه براتون مقدوره میتونید جا بزنید، یه خواستم که خانم تلیخون از این قضیه بویی نبرن، نفهمن، نگید یه وقت تو خیلی مشکل ساز میشه. خانم تلیخون نگید. ها ها جا. پس بگو چرا با زنش اختلاف پیدا کرده؟ چی؟ مگه با زنش اختلاف پیدا کرده؟ بله دایی جون، دیروز حسابی با هم دعواشون شده بود. نفهمیدی واسه چی؟ آقای کابوسی، سر پول و مادیات و اینجور چیزا. آخ پس بگو چرا با اون خانم. ها فکر میکنم ضربه شدنش حتمی باشه. ببین همای ما دیروز با این شوخی کردیم، گفتیم که برو چه می‌دونم زن پولدار ازدواج کن، خانم خودت پول نداره اینا، نکنه جدی گرفته این قضیه رو. ای بابا منو باش که فکر کردم شماها رفیقاشی. حالا نگو دشمنشی. من اومدم که به شما بگم بیاید این زندگی این بدبخت رو نجات بدید، حالا نگو دارید آتش بیم میده بدبخت میزنید به زندگیش. آقا یعنی چی؟ ما فقط شوخی کردیم. با شوخیه؟ نه اسم میذاری چنها شوخی؟ چه شوخی لوس نونور بیمزهی؟ ببینم زن گرفتن و ازدواج کردن، اونم ازدواج دوم، شوخی برداره، مسخره بازیه، یا من رو بچل کردید شما ها؟ آقای کابوس شما دا از کجا اینقدر مطمئنی؟ شاید اصلا از این خبر رو نباشه. آقا امروز یه ساعت من گرفته مخمو کار گرفته با من حرف زده، خورده مخمو، اصرارم میکرده که این دختر خانمو براش یه جایی پیدا کن بذاری سر کار. نه فامیلشه، نه دوست خانوادگیشه، نه کسی کارشه، نه هیچی.
شما هم که الان دارید میگید اختلافم به هم زده با خانمش، اینا رو شما بغل هم بذارید ببینید معنیش چی میشه، چی از توش در میاد. آقای کابوسی بله، میگم اگه شما صلاح میدونین یه سوالی از خانم دلیخون بکنین که آقا این اوضاع زندگیش تو این چند روزه چجوریه، ارتباطش با خانوادهش با زنش مخصوصا چجوریه. آره از خانم دلیخون؟ بله. چی بپرس؟ ها؟ نه 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 نه، اتفاقا گفت خانم دلیخون به هیچ وجه من الوجود هیچی نفهمه. خب معلومه دایی جان، فکر کردی برای چی میگه نفهمه؟ برای چی گفت؟ ولی من میگم دایی ببین، من میگم یه کاری بکنیم که خانم دلیخون نفهمه، یه جور که مشکوک نشه. بریم این موزنوارش چیه؟ چیه تو شده اینجوری میکنی؟ سلام خانم دلیخون، بفرمه. سلام خانم دلیخون. خانم دلیخون اتفاقا همین اسائزه که خیر جناب علی بود قبل از اینکه تشریف بیاری. خسته نباشید، این مقاله رو تایپ کردم ببینید خوبه. بله. ببخشید راجب من حرف میزدی؟ راجب شما؟ ما راجب شما چی داریم بگیم؟ راجب شما چی داریم بگیم؟ همین که میگفتین که من نفهمم، آقای رحمتی هم گفتن که یه جوری که من مشکوک نشم ازم پرسجو کنین. ها؟ موضوعیه؟ والا ها؟ چی بود؟ حقیقتش اینه که خانم دلیخون، ببخشید، حقیقت اینه که بچه حقیقت بگم ها؟ نگم تو گیر همه شید شید شده که حقیقتش اینه که همه چی بالاخره خانم دلیخون همه چی رو شد دیگه، بعد گفت دیگه. بذار راحتت کنم خانم دلیخون، بذار بگم برا تمومش کنم بره. حقیقت اینه که یکی از دوستای عزیز ما ایشون دنبال یک زنی میگرده، میخواد بگیره و نمیدونم ازدواج بکنه فلان، دنبال یه خانم واقعا با ویژگی های شما. ما چیکار کردیم؟ راحتت کنم، ما هم شما رو پیشنهاد دادیم به ایشون. حالا حالا من داشتم به رحمتی میگفتم که این بابا گفته فعلا تا زمانی که خودش بیاد خدمتتون مثلا بخواد قرار مدار خواستگاهی رو بذاره، گفته که دلم میخواد هیچ کی به خانم دلیخونی چی نگه. گفتون خیلی. بعد رحمتی داشت به من میگفت یه جوری باشه که چی؟ خانم دلیخون مشکوک نشه، یه جوری بشه که مشکوک به هر حال مشکوک نشه، نشه پرسجو کنه، متوجه نشه. یعنی قصد ازدواج ببینیم دارن اول، ایشون آمادگیشو دارن، یه جوری نشه که بله. این بود کل قضیه. این آشناتون کی هستن؟ ایشون خب نمیخواد شما بدونید. بله گفته نمیشه. خب اگه منو میشناسن که منم باید بشناسم ایشون تا راجبشون فکر کنم دیگه. حالا واقعا شما میخوای بدونی چیه؟ نه واقعیت؟ بله دیگه. عرض کنم که همایون آقای کابوسی، من کی میخوام با خانم دلیخون ازدواج کنم؟ خیلی هم دلت بخواد، اصلت هم زیاده، رو به دوستوازی در نیار، مزده نریز بابا جون. من آقای کابوسی، ما از این حساب بابا هم نداشتیم. چرا نداشتیم؟ من اینجوری گفتم که خانم دلیخون مشکوک نشه. چرا نمیفهمی؟ بابا زندگی فرید برای ما واجبتره، مهمتره. خب جهنم، من خودم به هم میزنم، من میگم شوخی کردم خانم دلیخون، اصلا تقصیر تو نیست، اونی بذار به عهده من تمومش میکنم. دایی درستش میکنم. آقای کابوسی شما خب موقع خانم دلیخون چی شد بالاخره؟ تصمیم گرفتین؟ ببخشید اومدم بگم من فعلا قصد ازدواج نداشتم. چی؟ ولی اگه اصرار دارن باید فکر کنم. خب
والا. میگم بچه ها بهتر نیست با فرید من غیر مستقیم حرف بزنیم؟ چرا داری جان؟ یعنی به نظر من حرف فنی بدلی داره دیگه. دقیقاً من میگم که ولی یه راست بریم سر اصل مطلب. من معتقد به اینم. ولی باید غیر مستقیم با حرف بزنیم. آره دیگه دارم میگم غیر مستقیم. بله بالاخره یه ذره نصیحتش بکنیم که زندگیش به باد نره. دقیقاً بله. الان درستش میکنم. آفری سپری یه لحظه بی اینجا. آره بشونی چشو کنی چه طبیعی داشته باشی. آره هر بزن که فکر نکنی. آره میگم که دایی جان رسید بفرم. سلام 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 آفری چطوری؟ بگی بش چطوری؟ خوبی؟ قربان شما. خوبی؟ بله چطوری فرید؟ قربان شما. شما خوب هستی؟ خیلی خوبم فرید جان. قربان شما. خیلی طوری شده؟ نه نه؟ چجوری مثلا؟ مهربون شدیم. جلسه هست؟ نه بابا همینجوری دور هم نشستیم دیگه. مگه غیر از جلسه نمیشه دور هم نشست؟ چرا؟ من میگم اتفاقا همکارا باید مستقیم و غیر مستقیم با هم صحبت کنن، مستقیم و غیر مستقیم به حرفای هم دیگه گوش کنن، مستقیم و غیر مستقیم با هم درد دل کنن. چه اشکالی داره مناظره مثلا نمیشه؟ چه اشکالی داره؟ چرا نه؟ خب چطوری خوبی؟ بله نه اصل حالت خوبه میزون هستی؟ آها اون اصل حالت خوبه رئیس. خانواده چطوره؟ خانم خوبه؟ خوب سلامت باشن انشاءالله. این خانومی که معرفی کرده بودی چی بود اسمش؟ چی؟ خانم دلیخون؟ نه این خانومی که معرفی کرده بودی الهام نوروزی. چی پر کردی براش؟ الهام نوروزی. ایشون چطوره؟ خوبه؟ خوبه از احوالپرسی شما. سلام اسمم طوری شده رئیس؟ نه سلام چطور شده باشه؟ راستی من میخواستم بگم فرید جون این حرفایی که دیروز من و رامی میزدیم شوخی میکردیم ما. دقیقا سر چی؟ چی؟ همین درباره پول و زن پولدار گرفتن و اینجور چیزا. آره یه موقع یعنی میخواستم بهت بگم که این حرفای ما رو جدی نگیر یا شوخی بود. شوخی بودم اشاره مایون رامین. بله واقعا قدر خودتون رو بدونید شما. حیفید میدونی چرا؟ برای اینکه من اصلا هم حرفای شما رو هیچ وقت جدی نمیگیرم. اصلا برای مهم نیست. من کار خودم رو میکنم، زندگی خودم رو دارم و خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم و دوستم ندارم کسی تو کارهای من دخالت کنه. آقا فرید خاملمون کن کارت داره. آقا جون من حرفا چیه میزنی؟ شما من مدت هاست ازت یه سوال دارم و فرصت تا امروز پیش نیومده شو پرسم. نظر شما راجع به ازدواج دوم چیست؟ بفرمایید برام. خیلی خوبه. خوبه؟ خوب هم مقاله نوشتن خوبه در مورد ازدواج مجدد، هم یک اینکه یک گزارش تهیه کنیم، یک پرسش و پاسخ تهیه کنیم. اتفاقا رئیسی چند وقتی هم هستش که ذهن خودم درگیره که یک گزارش همچین تاپ برای مجله بدیم در این مورد. رئیس ببخشید من یه مقاله داشتم مینوشتم نیمه نصفه. شما صدام کردین الان مونده. اگر اجازه بفرمایید من با اجازتون برم. برو نه خلاصه که بعد جوری به هم ریخته همه چیز. قمر در عقرب. دقیقا دشلمه که میگن اینه. من میگم که آقا مراتی با فرید خیلی رفیقه، شاید یه چیزایی بدونه. راست میگم. ببینم منوچ دست درد نکن. منوچ ببین منو ببین جیانه دارم. آقا جون تازگی ها برای آقا فرید چایی غذا شیرینی چیزی میبری؟ احساس نکردی که یه مشکلی چیزی ممکنه داشته باشه؟ نه چه مشکلی؟ چه میدونم مشکل مثل مشکل خانوادگی، نمیدونم مشکل دعوای زن و شوهری، طلاق و طلاق کشی، جدا شدن، چیزا رو حس نکردی؟ پس شما هیچی نمیدونی آقا منوچهر؟ نه ولی اینو بهتون قول میدم
که تا عصر به جمعتون خبر میگم هست یا نه؟ چطوری؟ آقا چطوری نداره مرد حسابی؟ اگر من نتونم این خبر بیارم که بهم میگن خبرنگار که الحق که ببین منو منوچ نگاه به اینا نکنی ها، جمال خودتو که اند خبرنگارای این هفته نامه ای. برو ببینم چیکار یعنی هنده برو ببینم چیکار میکنی. خانم دلخون خسته نباشی، سلامت باشی. چای رو ببینی کیف کنی، دست شما درد نکنه. خانم دلخون یه چیزایی شنیدم حقیقت داره؟ پس شما فهمیدی؟ بله، هر اتفاقی که اینجا بیفته اولین کسی که میفهمه آجیته. بله بله، ببینم این قضیه تو خانواده مشکلی نره دیگه، چی کار میشه کرد دیگه؟ پس کار تمومه. والا چی بگم، حالا قطعشو که بعد از آقا همایون سوال کنین. پس این تو؟ بله، ولی آقا منوچهر جون بچه هاتون فعلا به کسی چیزی نگینه، آخه من خجالت میکشم. خیال تخ باشه با، مگه ما میایم با دوتا کلام بیایم آب روی سطح کسی رو بریم؟ این صندوقچه هست، خیالتون راحت باشه. ممنون. آقا منوچهر چی شد؟ سریع بگو بگیرم چی شد؟ بگیرم بیرون بینم، بیرون دایجون کمک میخوام بیرون با شما بیرون. من؟ بله بله بیرون. بگو بینم خبر خبر درست تایید شده که مولا درزش نمیره. نه بابا عروس خانومه مثل این که یکی از آشناهای آقا همایون ایناست. یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ آها ببر کنار این پوزتو بگو. شما من میگی بیا جلو بعد من پوزه بم میزنی. من خودکل زدم به خودم. بگو فری مگه با همایون دوست نیست؟ چرا؟ اتفاقی میام میرن یه جایی یکی از آشناهای همایون رو میبینه. خب بعدشم دری دری رم دری 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 رم بسه. حالا ولش کنی همه آهنگو میخواد برای من بزنه. ببینم آقا منوچ مثل که موضوع داره ابعاد جدیدتری پیدا میکنه هر روز. میگم پس بی خودی نبود که این همایون خودشو جلوی آقا فرید به موش مردگی میزد و میگفت شاید این خبرها نباشه. حالا شما از کجا مطمئنید؟ دیدی؟ حالا من شما میخوایم چیکار کنی؟ هیچی، من وظیفه خودم انجام میدم. من تلفنو برمیدارم خونه آقا فریدو میگیرم و به خانومش همه چیو میگم.